اتفاقات روز 22 بهمن در میان معترضان انتقادهایی را به وجود آورد. 22 بهمن یک روز ملی است که در 30 سال گذشته عموماً مسئولان حکومت از مردم برای شرکت در آن دعوت می کردند. اما مراسم امسال با سالهای قبل تفاوتی بنیادین داشت. در ماه‌های بعد از انتخابات که به حضور خیابانی معترضان منجر شد، آنها در هر مناسبت ملی و مذهبی شرکت می‌کردند تا به این ترتیب هم مانع بزرگ درخواست مجوز را پشت سر بگذارند و همین که بتوانند پیام خود را به گوش حاکمیت برسانند. آنها در روزهای قدس 13 آبان دانشجو و عاشورا این تجربه را دنبال کردند که با موفقیت‌هایی همراه بود، به طوری که پس از هر کدام از این روزهای خاص حاکمیت شاهد معترضان جدی‌تری بود. با این حال 22 بهمن ماجرا تفاوت داشت. برخی از فعالان سیاسی خارج کشور پیشنهاد کردند معترضان در این روز به محل سخنرانی محمود احمدی نژاد در میدان آزادی بروند و ناگهان آنجا را به اصطلاح خودشان سبز کنند. پیشنهادی که از یک مثال تاریخی به نام ماجرای اسب تروا برگرفته شده بود. برخی از چهره‌های سرشناس مخالف دولت همچون میرحسین موسوی و مهدی کروبی هرچند به طور روشن نسبت به این طرح ابراز نظر نکردند، اما آقای موسوی مشخصاً در بیانیه دعوت مردم برای این راهپیمایی از آنها خواست با حفظ هویت حضور داشته باشند. حکومت ایران از اهمیت 22 بهمن اطلاع داشت. به همین دلیل تدارک وسیعی برای این روز دید، به طوری که صدها اتوبوس برای انتقال حامیان خود به تهران تدارک دید و با قرار دادن نیروی انتظامی بین افرادی که با نماد سبز بودند و میدان آزادی، مانع حضور آنها در محل سخنرانی آقای احمدی نژاد شد. برخی از معترضان هم که طرح اسب تروا را پسندیده بودند، سعی کردند با تغییر چهره خود را به جمع حامیان احمدی نژاد برسانند، اما در آنجا هرگز مجال ابراز وجود نیافتند. با اینکه بیش از 2 هفته از 22 بهمن گذشته، اما تصاویر و فیلم‌های منتشره نشان می‌دهد با همه تدابیر حکومت معترضان حضور داشتند و تدارک حکومت برای حضور چشمگیر حامیان خود هم موفقیت‌آمیز نبوده است. با این همه معترضان بعد از 22 بهمن نحوه حضورشان در راهپیمایی را مورد بررسی قرار دادند. برخی معتقدند طرح‌هایی چون اسب تروا که از سوی حکومت قابل پیش‌بینی است محکوم به شکست است. برخی دیگر هم معتقدند وقتی میرحسین موسوی تاکید کرده بود معترضان با حفظ هویت در راهپیمایی حاضر شوند، چرا این کار را نکردند؟ با اینکه موسوی و کروبی در بیانیه‌های پس از 22 بهمن از حضور حامیان خود ابراز رضایت کردند، اما در میان معترضان این بحث جدی است که تا چه حد می‌توانند به موفقیت پیشنهادات چهره‌های خارج از کشور امیدوار باشند. برخی می‌گویند حضور موسوی و کروبی در داخل ایران باعث شده آنها درک بهتری از فضای فعلی ایران داشته باشند و برخی معتقدند فعالان سیاسی خارج از کشور آزادی عمل بیشتر و امکانات بهتری برای تدارک معترضان دارند.